یه زمانی تو یک رفتاری رو داری انجام میدی از سر تفکر، یعنی اون متد و شیوه رفتاری که داری انتخاب میکنی، اما یه زمانی تو رفتاری رو انجام میدی از سر احساس. رفتار از اینجا با رفتار از اینجا فرق میکنه. رفتاری که اینجا داره ساطع میکنه خیلی در اختیار من و تو نیست و میتونه اثرات هم مثبت واو فکتوری بذاره، خیلی عالی بذاره، یعنی یک رفتار دلی که از روی قلب آدم ها باشه میتونه یک اثر بسیار مثبت عالی بذاره، یا میتونه یک رفتاری که از سر احساس و هیجان زده باشه میتونه اثرات تخریبی به شدت بدی بگذاره. اما رفتاری که اینجا داره ارائه میده در کنترل توه. حالا تو الان تصمیم میگیری که با آدم لبخند بزنی یا تصمیم میگیری که با آدم یک جوری نگاه بکنی که آدم دست باشم گم بکنه. خب حالا اکثر مواقع اینجوری بود که اگر من یه رفتار رو ارائه میدادم توی پیج، داستانش از این قرار بود، ولی کلیتش این بود که آقا توی امیرحسین که داری شعار میدی، اگر تمام ویترینت رو من ازت بگیرم چی میمونه ازت؟ سر این بود که آره از بیخ دونه دونه چیزهایی رو که من زحمت کشیده بودم براش رو با دست خودم پاکش کردم و حذفش کردم. رفتم توی کلاب هاوس، یه چند روزی بودم ولی از کلاب هاوس هم اومدم بیرون، فعلا نمیدونم که میرم یا نه. یوتیوب رو سعی میکنم، چشم تلاش میکنیم که یوتیوب رو انجام بدیم، اونم صرفا دلی دارم به قضیه نگاه میکنم نه به عنوان کار حرفه‌ای. آره نه هک نشده بود و یه کاری رو اگه تو قرار انجام بدی نباید دست دست بکنی دیگه، معمولا تعلل کردن تو رو ضعیفت میکنه. اگه قرار یک تصمیم بگیری و اون تصمیم درسته باید انجامش بدی قاطعانه. دوره آموزشی برام نمیذاریم، دوره آموزشی گذاشتن اوکیه، ولی واقعیتش اینه که دیگه نمیدونم چگونه باید اطلاع رسانی بکنم، چون دیگه نمیخوام پیج بزنم. یه پیج به نام خودم دارم که هیچی محتوایی توش نداره، فقط به خاطر اینکه از فضا دور نباشم، یا اینکه شاید هم دلیلش این بود که کلاب هاوس اینستاگرام میخواست ازم ساخته بودم، ولی نمیدونم واقعا چجور باید بهتون اطلاع رسانی بکنم. آره نمیدونم بچه ها رو این قسمتاش دیگه فکر نکرده بودم، ولی چیزی که مسلمه حالا فعلا مدار پلاس هست، البته که توی اونم تولید برنامه نکردم. حالا جوینده یا بنده سویه یه کارش میکنیم، نمیدونم یه پلتفرمی رو برای شاید مثلا تو پیج مدار پلاس اطلاع رسانی بکنیم دوره ها رو، یا پیج ایران اتیکت اسکول اطلاع رسانی بکنیم، نمیدونم حالا خدا بزرگه، ولی تو یوتیوب با ویدیو میذارم، شاید تو یوتیوب اطلاع رسانی بکنیم، نمیدونم. آخه یوتیوب واقعا تو ایران سخته، یعنی من خودم دو هفته پیش اومدم، قبل از عید من دو هفته ایران بودم، دیدم خیلی سخته انصافا با یوتیوب کانکت شدم، اصلا شاید کار هرکی نباشه. و بچه ها بریم دیگه با عزتون. کوچینگ رو با بچه های پشتیبانی لطفا هماهنگ کنید، ببینم اصلا چی میخواید، آیا در توان و تخصص من هست، اگر بود راهنماییتون میکنم. خدا رو شکر که داری زندگیتون رو از سر میسازی. حالا چیزی که من بلد باشم در خودتونم با بقیشم که هست تو این دنیا انقدر زیاده برای یاد گرفتن که اوکی. بچه مراقب خودتون باشید، این جلسه صرفا یک گپ و گفت بود، تمام چیزهایی رو که گفتی هست توی محتوا، اونایی هم که نبود من یادداشت کردم که توی جلسات کلاس انجام بدیم. درسته که توی کلاس نبود هومورکاتون رو، ولی بهتون گفتم لطفا انجام بدید. تو جلسه آینده که جلسه رسمی شروع کلاسه باز دوباره این هومورک ها گفته میشه برای دوستانی که نبودن که بتونه سیو بشه توی کلاس و ازش استفاده کنن، در این حال که یه ویدیو کوچیک میذارم برای هومورک.
و توضیح میدیم که این جلسه از چه قراره. مراقبت کنید از خودتون، به خدا میسپارمتون. بچه سلام، وقتتون بخیر، حالتون چطوره؟ من فقط الان کانکت شدم که دیشب اصلا فراموش کردم بهتون گفتم، یک بار دیگه تکالیف رو میگم، هومورک رو میگم. یه بار برای دوستانی که قطع شده بود دوباره تکرار میکنم، لطفا یادداشت بفرمایید. قرار شد که توی هر کلاس ما 6 تا هومورک داشته باشیم و این هومورک ها رو هر کدومش رو توی یک روز انجام بدید. بین فاصله دوتا کلاسی که وجود داره هر هومورک رو روزی یه دونش رو انجام بدید. 6 تا هومورک در واقع جلسه اول، این جلسه اول، این دیشب کلاس نبود بچه ها، صرفا یک گپ و گفت بود، اما به خاطر اینکه همه تون تو یک سطح و لول قرار بگیرید میگم که بدونید. جلسه اولتون شما 1 هومورک اولتون 3 تا از مواردی رو که درون خودتون دوست دارید، حالا هر چیزی که هست، استایلت، چهرت، آشپزیت، تخصصت، دانشت، نمیدونم رنگ موهات، رنگ چشات، برقراری ارتباطت، حال خوبت، هر چیزی که هست فرقی نمیکنه، 3 تا از مواردی رو که در وجود خودت قرار داره و دوستش داری رو لطفا بنویسی. هومورک روز دومتون 3 تا از اهدافی رو که برای آینده خودتون در موردش فکر کردی و داری به پلن کردنش میاندیشی رو لطفا بنویس. حالا این اهداف میتونه کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشه، فرقی نمیکنه. 3 تا از اهدافتون رو بنویسید. هومورک روز سومتون اینی که از خودتون عکس سلفی بگیرید، برای خودتون، لازم نیست هیچ کجای ارسال بکنی، ولی روز سوم تو فضاهای مختلف از خودت عکس سلفی بگیر، با لباسهای مختلف، با پوزیشنهای مختلف، در حال مطالعه، در حال نوشیدن، در حال رقصیدن، هر فضایی، هر چیزی. مهم اینه که این کار رو انجام بدید، بعد بهتون میگم اصلا چرا داریم هومورک میدیم. روز چهارم لباس شیک بپوشید، با تاکید بر این مطلب که حتی اگه قرار نیست جایی برید، یعنی تو توی خونه خودتی، لباس شیک بپوشید، نه اینکه بپوشی و در بیاری جلو آینه بایستی و در بیاری، نه، طول مدت اون روز رو وقتی که تو توی خونه هستی بهترین لباست رو بپوش و اون روز رو اونجوری تجربه بکن. و عرض کردم حتی اگر سر کارم هستی، زمانی که برگشتی درون محیط امن خودت قرار گرفتی، بهترین لباستو بپوش. روز پنجم این جمله را کامل کنید لطفا، که وقتی من احساس خوشبختی میکنم که، نقطه چینشو پر بکن، چه زمانی تو احساس خوشبختی خواهی کرد. و روز ششم کاری رو که ازش میترسی انجام بده، یه کاری رو که ازش واهمه داری و همیشه ازش نگرانی انجام بده. مثال زدم، بذار یه مثال دیگه امشه الان براتون بزنم. مثلا عذرخواهی کردن و مواجهه با اشتباه خودمون اغلب موارد برای اکثرمون واهمه داره، ترسناکه. این که من زنگ بزنم به فلانی و بگم بابت اون کار اشتباهی من انجام دادم و تو رو دلخورت کردم، ازت عذرخواهی میکنم، این یه مثاله، میتونه یکی از کارهایی که ترسناک این باشه. این 6 تا کار رو در 6 روز انجام بدید. و دلیل اینکه این هومورک ها رو داریم ارائه میدیم اینه که میخواییم نهایتاً تجربه ای رو که شما بر اساس این هومورک را کسب میکنید رو بیاید اینجا بگید و در موردش صحبت بکنیم. 30 تا هومورک برای 30 روز و هر روز یه دونش رو لطفاً انجام بدید و تأکید میکنم که خواهش میکنم انجام بدید، ولو اینکه مشکلی باهاش نداشته باشید. در مورد عکس سلفی یه مطلبی رو اضافه بکنم که دیشب گفتم، و اون اینه که با فیلتر عکس گرفتن یا نگرفتنش برمیگرده به این که چرا میخوای با فیلتر عکس بگیری. اگر دوست داری اون اوکیه، اما
فایل صوتی رو می‌خواستم گفتن گروه تشکیل بدم و بفرستم داخل گروه، چون با یک کلاس نرسیدم اینترنت ضعیف بوده. شما چی صلاح می‌دونی؟ الان عرض می‌کنم اگر عکس سلفیت رو با فیلتر داری میگیری به خاطر اینکه نه این دونه های صورتت رو بپوشونه، بینی تو فلان بکنه، چشات رو درشت‌تر بکنه چون خوشگل‌تر به نظر میرسی، نه اون کار رو انجام نده، با فیلتر نگیر. ولی آره مرسی، اگه ضبط کردید لطفا بفرستید برای واحد پشتیبانی که میذارم داخل گروه. ممنونم، چقدر کار خوبی کردید که ضبط کردید، متشکرم. بفرستید حتما برای بچه های پشتیبانی، میذاریم داخل گروه که بتونن دوستان هم از اون گپ و گفتی که با هم دیگه داشتیم استفاده بکنن. مراقبت کنید از خودتون فعلا تا جلسه رسمی کلاس. به خدا میسپارمتون. خوش باشید.